من حنیف سلطانی در برنامه ملگه باز هم با شما هستم. خدا کنه لذات خوش را با هم داشته باشیم. غذایی که امروز با آماده میکنیم یک نوع کباب بسیار مزه‌دار است. در ابتدا مواد لازمه را در صفحه تلویزیونتون یادداشت کنین، بازم با ما باشید. مواد لازمه کباب: گوشت سینه مرغ 250 گرم، گوشت گوساله 200 گرم، تخم مرغ 2 عدد، پیاز 1 عدد، مرچ تازه 3 عدد، سیر 3 دندانه، آرد نخود 2 قاشق غذاخوری، زردچوبه 1 قاشق چایخوری، نمک به قدر ضرورت، روغن به قدر ضرورت، رنگ شیرین 1 قاشق چایخوری. باز هم خوش آمدین. غذایی را که امروز آماده میکنیم، مواد لازمیش است: تخم مرغ، پیاز، سیر، مرچ تازه، گوشت سینه مرغ و گوشت گوساله که قبلا ماشین کردیم، آرد نخود، زردچوبه، نمک و روغن. یک کباب بسیار مزه‌دار و بسیار چیزک خوب و نوی آماده میشه. در ابتدا سیر و مرچ پیاز از ماشین میکشم. پیاز، سیر و مرچ تازه را از ماشین کشیدم. کوشش کنیم که کمک آب پیاز زیادتر می باشه. اگر از صافگر بکشیم که باز کوفته را خراب می سازد. بسیار نرم شد و باز خراب می شه. یک عدد تخم مرغ اضافه میکنیم به این مزی. و گوشت را که قبلا از ماشین کشیده بودیم میرم اضافه میکنم بالای پیاز و سیر و مرچ و تخم مرغ. بعضی از بیننده ها میگن که وقتی که کوفته پخته میکنیم خود باز میسازه. وقتی که شما کفته پخته میکنین یک دانه یک تخم مرغ در بین از این اضافه کنین، اما باعث میشه که هیچ وقت کفته خود باز نمیسازه. تخم مرغ همراه مرچ تازه، سیر خوب مخلوط کردیم. نمک هم بهش اضافه میکنم. یک قاشق نمک در بینش اضافه کردیم. ایران خوب مخلوط میکنم. به اندازه دو قاشق نانخوری آرد نخودم در بین از اضافه میکنم. بعض وقتا که گوشت میشویم و یا پیاز زیادتر میشه گوشت و کفته خود نرم می سازن.
به خاطر اینکه کمک از نرم شدنش حفاظت کنیم، یک کمک آرد نخود. اگر در خانه آرد نخود نباشه، میتونین بعضی وقتا از مو نان خاکی که در خانه باشه، البته مو طریق دوست شما نگهداری کرده باشین، میتونین امور میده کنین، دوینش اضافه کنین. و اگر وام یسر نشد، یک قاشق یا دو قاشق آرد دوین روغن کمک. بسیار روغنش بسیار البته کم. اگر هیچ نپارتین هم فرق نمیکنه، دوین کرایی کمک سرخش کنین، آرد بیان کنین، باز دوین گوشت اضافه کنین. انشاءالله امو حالت که بسیار نرم است، از حالت بخی خلاص میشه. دیره چند دقیقه مطور میمونم، در یک دیگه یک مقدار آب میمونم تا کمک گرم شود. آب بسیار جوش نبیاید، به مو شکل که ما شما میگیم سوزنک سوزنک شود، به مو شکل باشه. اگر با بسیار جوش میاید، باز دفتن کفتر اضافه کنیم، خود خراب میسازه. یک مقدارک گوشت سینی مرغ است، ایرام ریزه میکنم. ببینین به یک اندازه که مساوی یه مطور که قسمت های زیاده گذیره، من کمال پس میکنم. دیره همراه نمک و رنگ شیرین مخلوط میکنم و چند دقیقه میمونم که تا نمک هم بخواد بگیره و زردچوبه هم بخواد جذب کنه. ایره برای چند قامت رو میمونم که تا نمک هم بخواد جذب کنه. شکل که میخواستیم که آب باید سوزنک سوزنک شود، اما تر شده. این کوفته را کلولا کلولا میکنم در بین زیر مندازم. کباب را به یک اندازه که متوسط اما تر کلولا کلولا میکنیم برای چند دقیقه. البته بسیار وقت کم زیاد نیست که زیاد جوش بدیمش، ذائقهش از بین میره. مقیه که خدا سخت کنه داخل جوش میتیمش، باز بعدا دیگه کار را انجام میدیم. میدونیم که همین کباب را مستقیم بر روغن ساخت کنیم، چون گوشت و گوساله را ما شما میفهمیم که زود پخته نمیشه و نرم نمیشه. با او خاطر ایره چند دقیقه امرای آب جوش میتیم که کمکی هی پخته شد و باز بعدا ایره بر روغن ساخت میکنیم. آخریشم رولا میکنم. یک چند دقیقه میمونم که توی کمک جوش بخوره و پخته شد. کفتار یک برک شور میتونم، بسیار زیاد حرارت نمیتیمش، باز خراب میشه. امی کمی جوش خور دیره، امی کشم. حرارت خاموش میکنم.
طبعا به این شکل کباب در خانه تان حتما پخته کردین، اما یک کمک متفاوت است. شما برنامه را داخل ببینین، میبینین که تفاوت از این در کجاست. خب تو کدام تفاوت دیگه نداره، اما مقبول تر معلوم میشه، اما ذائقش یک کم تغییر میکنه. حرارت من قلب دیگر روشن میکنم. روغن دیگر رو اضافه میکنم. تا روغن گرم میشه اینا را داخل سیخ میکنم. ببینید به این شکل یک پنی دیگرم داخل سیخ میکنم. بعض وقتا که میمون داشتین میخواییم که یک چیزه که نو برش آماده کنیم. خب امی غذاهای روزمره همه چیز هاستی میکنم چیز داره که ما شما استفاده میکنیم، اما با کمک تفاوت که هم از دیدنش میمون لذت ببره و هم از خوردنش. میبینیم که یک چیزه که نواز دوستای عزیز کبابا را تمام شد با سیخ در کشیدیم. دانی آخرش مونده ایران و می شکل و دورش می پیچنم. روغن سرخ شده و روغن اضافه میکنم. یک چیزی که بسیار نه و یک چیزی بسیار خوبی آماده میشه. چون مطمئن هستیم کوفته را جوش دادیم تقریبا 50-60% پخته شده و گوشت سینه مرغ هم شما میفهمید که بسیار زود و در بسیار کم پخته میشه. فقط امید یک رنگ طلایی را بخواد گرفت
از روغن میکشیم. اینا سرخ شده، اینا رو میکشم. از این قسمت تک آخر سیخ که بگیریم بدون تکلیفی را از روغن کشیده می کنیم. دیگر آش اضافه می کنیم به روغن. بینندای دوزدستنی تا دیگر ازی سک میشه شما بارده مواد لازمه را از این صفحه تلویزیون تا نوت کنین. تا شما نوت میکنین یک وقتی کوتا داریم زود دار میگردیم. با ما باشیم. مواد لازمه کباب: گوشت سینه مرغ 250 گرم، گوشت گوساله 200 گرم، تخم مرغ 2 عدد، پیاز 1 عدد، مرچ تازه 3 عدد، سیر 3 دندانه، آرد نخود 2 قاشق غذاخوری، زردچوبه 1 قاشق چایخوری، نمک به قدر ضرورت، روغن به قدر ضرورت، رنگ شیرین 1 قاشق چایخوری. بازم خوش آمدین. کبابا تمامش آماده شد و قسمت هایی که اخیری امی سیخ های کباب است امرای نوش پیازی را پت میکنیم که امو شکل مقبولی بخواد بگیره. یک دانه یک لیمو را توتا کردیم به شکل میمونیم و یک دو دانه یک کم گل از پوست بنجر می آماده کردیم. ای بود کبابی که امروز بر شما آماده کردیم. خدا کنه که مورد پسند شما قرار بگیره. به خاطر انتقادات و پیشنهادات به ایمیل آدرسی که برای صفحه تلویزیونتان است نظریات نیکتان را برای ما بفرستین. ای بود برنامه امروزی مالگه. تا هی لحظه که ما را همراهی کردین جهان سپاس. تا فردا که باز هم در خدمت شما حاضر میشم. خداوند پاک یار و نگهدارتان شاد و پیروز باشید.